هستند و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. درود خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان برنامه بازشناسی باورها. امروز روز پنجشنبه 8 تیر برابر با 10 ذیحجه ماه قمری که مصادف است با عید قربان برای مسلمانان. با توجه به این که در برنامه گذشته به دنبال دلایل منطقی بودیم برای دفاع از دموکراسی و چند دلیل هم باقی مانده بود که قصد من این بود در این برنامه به شرح و تبیین اون بپردازم، اما بد ندیدم با توجه به برابری امروز با عید قربان نگاهی بندازیم به این باور و اعتقاد، یعنی یک عیدی که در آن به عنوان مناسک و شعائر اسلامی در سنت جاری شده، در مذهب وجود داره و به ما به میراث رسیده، و اینکه تا چه اندازه این باورها و اعتقادات ما مبتنی بر دلایلی است که اون رو ناشی از یک ساحت قدسی یا یک امر متعالی بدان. بازشناسی مسئله عید قربان هم یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که شاید جای اون بسته به این اعیاد و مناسبت ها باشه که بررسی بکنه. و همین دلیل امروز نخست به این مسئله خواهم پرداخت و اگر فرصتی باقی ماند به ادامه ارائه ادله در مورد دفاع از دموکراسی خواهیم پرداخت. برای ورود به بحث من بد نمی بینم نکاتی رو عرض کنم، با آن این که ما با یک پدیده مواجه هستیم، با آن پدیده براهینی هستند که پس از فرمان درست می شوند، یعنی برهان پس از فرمان. مشکل این نگاه در این است که غالبا انسان ها در مورد یک پدیده‌ای قبل از اینکه حکمی، فرمانی و رأیی صادر کنند نیاز هست که نخست مقدمات اون، جنبه های اون و آنچه که پیرامون اون مؤلفه هست رو بشناسند و بدانند که این مؤلفه چیست، در کدام بستر شکل گرفته، آیا قابل دفاع هست یا نه، و سپس حکم صادر کنه. این یک روال منطقی نسبت به باورها و اعتقادات و همینطور احکامه. من تا زمانی که نمیتوانم از یک گزاره‌ای دفاع بکنم حق ندارم حکم صادر بکنم. یک قاضی هم زمانی که پرونده‌ای رو ندیده، مطالعه نکرده، اصحاب دعوا رو نشنیده نمیتواند حکم صادر بکنه. مشکل بسیاری از احکام و شرایع دینی در این است که دلایلی پیرامون صدور احکامش وجود نداره یا نزد ما پوشیده است، و این احکام چه جنبه عبادی داشته باشد و یا به شکل عملی اون در درون جامعه اجرا بشه به عنوان اخلاق یا بسیاری امور دیگر، از همان ابتدا شارع دلیلی براش ذکر نمی کنه، نمی گه من برای چه این رو آوردم. اما بعدها فقها، متکلمان و اندیشمندان دینی سعی می کنن برای این حکم دلیل بتراشن، یعنی بگردن در میان پدیده ها، در میان رویدادها یا سنت هایی که چنین مناسک و شعائری نزدیک به اون داره دنبال دلایلی بگردن که اون رو موجه بکنن که چرا این حکم اخلاقی خوب است،
در حالی که نظر شارع اساسا این نبوده. یعنی او بنابر یک حکم خاصی، بنابر یک دیدگاه خاصی که از نظر ما پوشیده هست، دستوری رو صادر کرد، هیچ دلیلی هم اقامه نکرد. اما مدافعان دین سعی میکنن برای اون دلیل بتراشن و این به ما کمک میکنه که نشان بدیم ریشه بسیاری از این احکام و مناسک و شعائر زمینی هستند، ساخته ذهن انسان ها هستند و بعدها افرادی در قالب انبیا یا پیامبران همانها رو وام گرفتن و سپس از اون به عنوان دستور الهی، به عنوان یک حکم خدایی در درون جامعه دفاع کردن. به ریشه بسیاری از این احکام اسلامی هم برگردیم، داستان به همین نحوه. و حالا امروز وقتی در مورد مسئله قربانی سخن میگیم، باید بدانیم که ریشه قربانی چیست و چرا در هر دینی ممکنه یک نوع شباهت‌هایی میان بحث قربانی ببینیم، از جنبه خام و ابتدایی اون گرفته تا جنبه متکاملتر اون که بسیار هم در موردش کتاب ها نوشته شده و دفاع شد. بسیاری از اندیشمندانی که به مسائل انسانشناسی توجه کردند، در قالب پژوهش‌های خودشون به مسئله اعتقادات انسان‌های اولیه رسیدن. افرادی مثل سر جیمز فریزر، ادوارد تایلور، مالینوفسکی، هربرت اسپنسر و خیلی های دیگر، مارت، حتی اونهایی که از بعد روانی مسائل رو بررسی کردن مثل فروید. با مطالعه اقوام ابتدایی یا بدوی یا بدوی سعی کردن شباهت‌هایی پیدا بکنن بین آنچه که شما میان بومیان استرالیا یا جزایر دور افتاده، میان سرخپوستان، اسکیموها و اونهایی که چندان درگیر مسائل تمدن نشدن، اندیشه های مدرن در اونها رسوخ پیدا نکرده، رواج نیافته، دیدن که بسیاری از این ادیان متکامل مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت بسیاری از این مناسک و شعائر رو همانند اونها انجام میدن، گویی اونها همونن. سر جیمز فریزر کتابی داره به نام شاخه زرین که حدوداً 8 جلده و به این مسائل مختلف ادیان ابتدایی پرداخته. او زمانی که قصد داره این کتاب رو منتشر بکنه به شکل خیلی جدا، چون حساسیت‌های زیادی ایجاد می‌کرد برای او و مشکلاتی که خب می‌دانید اگر کسی به نقد ادیان در گذشته می‌پرداخت خب عواقب سختی در اختیار، سعی می‌کنه تذکر و تنبه بده و اشاره میکنه به ناشر که من شباهت‌های زیادی میان مناسک مسیحیت با اقوام وحشی و بدوی و بدوی پیدا کردم، یعنی میان مسیحیت و انسان‌های اولیه. و سپس اشاره میکنه که شاید تنها موردی که بهش اون رو جدا کرد خود شخصیت عیسی مسیحه، بنابراین خیلی از این احکام تغییر شکل یافته همان چیزهایی هستند که در میان اقوام ابتدایی وجود داره، که حالا ما در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به این مسئله. افرادی مثل میلفورد اسپیرو معتقدند ادیان کارکردهایی رو دارن و این کارکردها سبب جذب افراد میشه، سبب جذب و تحریک و تهییج گروه ها میشه، در واقع به امیال انسان ها پاسخ میده و به همین دلیل چون انسان‌ها پاسخشون رو در اون پیدا می‌کنند به طرف اون جذب میشن و وقتی اون دین یا اون آیین به این پرسش‌ها پاسخ میده اونها هم یک آسایش و آرامش فکری پیدا می‌کنن. و هر چقدر شما به عقب‌تر بروید به دوران باستانی، دوران اولیه، می‌بینید انسان‌هایی که از قوه تعقل به معنای مدرن اون بهره ندارن، طبیعی است که در یک ترس به سر میبرن که پاسخ این پرسش های ما چیست؟ چرا این پدیده ها رو ما میبینیم؟ چرا جوابی براش ندادیم؟ و این سوالات همیشه ذهن انسان رو مشغول کرد و اگر کسی میامن و به این پرسش ها پاسخ میداد میپذیرفت، مقام او رو برجسته میکرد. و همین دلیله که من در برنامه گذشته عرض کردم بسیاری از باورهای ما ساخته ترسه، ساخته امیده، که اینها پایه‌های ادیان اولیه هستند.
اسپیرو معتقد است که دین به سه میل انسان پاسخ میده. اولین میل شناختی است، یعنی انسانی که این طبیعت رو نمیشناسه، عالم بعد از مرگ رو نمیشناسه، نمیدونه سرانجامش به کجا میرسه، و ادیان سعی میکنن به اون پاسخ بدن. اگر موجی میاد بگویند که خدایی وجود داره یا فرشتگانی وجود دارن که اون رو سبب میشن، اگر طوفانی به وجود میاد، اگر زلزله‌ای رخ میده، اگر بیماری رخ میده حاصل کار اجنه هست یا خدا خواسته چنین باشه، اگر قحطی و خشکسالی است به خاطر این است که خدا بر ما غضب کرده، اگر رونقی داریم یعنی مشمول مهر خدا شدیم. و این میل شناختی رو در درون ادیان پاسخ داده میشه و انسان قانع میشه، راضی میشه. مهم هم نیست که انسان بسنجه که آیا واقعا این پاسخ‌ها درستن، مبتنی بر دلیل منطقی هست یا نه، چون اساسا این پاسخ‌ها مربوط به یک جهان دیگری است که مؤلفه های اون نزد معرفت انسانی یا ابزارهای معرفت ساز انسانی وجود نخواهد داشت. دومین میلی که اسپیرو معتقد است دین به انسان پاسخ میده، میل مادی است، یعنی چیزی که انسان از قبل دعا نیایش احساس میکنه که میتونه به کشاورزی خودش رونق بده، به کسب و کار خودش رونق بده. شما دیدید در فرهنگ ما هم هست، مادری زمانی که فرزندش در حال رفتن به دانشگاه است میگه فلان ذکر رو بگو که بتونی توفیق حاصل کنی، یا در زمان امتحان در مدرسه چون این دعایی رو بخوان. و شما هم دیدید اگر کتابهای دعایی یا ادعیه های شیعه رو نگاه بکنید، برای هر چیزی یک دعایی داره، دعای کسب و کار دارن، دعاهایی مربوط به بیماری دارن، انواع و اقسام این دعاها رو دارن. این به این خاطره که انسان احساس بکنه در قالب دین میتونه جهان پیرامون خودش رو متصرف باشه، در اون دخل و تصرف بکنه. اگر بیماره بتونه از خدا شفا بخواد، یک نیازی رو از خودش برطرف کنه. اگر رزق و روزی نداره از خدا بخواد که به او رزق و روزی بده. اینها همه ادله های مادی هستند که انسان ها هر چقدر هم دعا میکنند و ناامید میشوند، اما باز هم تمایل دارند که این رشته ظریف رو پاره نکنند، از بین نبرند. و این میل مادی بسیار مهمه. از طرفی در ادیان متکامل شما میبینید در این دین ابزارها و مواهب مادی هم در اختیار انسان قرار گرفته. شما در اسلام جهاد رو دارید که در اون غنایم به عنوان یکی از مواهب به جهادگران داده میشه، که این غنایم از زن و فرزند و باغها و سکه ها و همه چیز گرفته، تا اینکه حتی شما اگر به شهادت هم برسید خب به سرای دیگری میروید، آنجا به شما حوری میدن، در یک زندگی و نعمت جاودانه زندگی میکنید. خب این امیال مادی سبب تحرک میشه، سبب آرامش میشه، سبب آسایش خیال میشه برای بسیاری از این میل. دیگری که اسپیرو معرفی میکنه مسئله نمایشه، یعنی آنچه که انسانها دوست دارن در تجمع ببینن. امیل دورکیم به این مسئله بسیار پرداخته به عنوان همبستگی اجتماعی، یعنی انسانهایی که میاندیشن که خب ما شیعه هستیم، در یک روزی در عاشورا در ماه محرم جمع میشیم، عزاداری میکنیم، گریه و زاری میکنیم، و این زیبایی دست جمعی بودن، حرکت کردن، برای کسانی هم که حتی علقه های دینی ندارن، حتی نمیدونن اصلا این مراسم برای چیست، یه جذابیتی ایجاد میکنه. این مناسک، این شعائر سبب میشود که اون میل بسیاری از افراد ارضا میشه، حالا یا با گریستنه که شخص خودش رو تخلیه میکنه، یا با شادی است که شخص نیروی جدیدی رو میگیره. بنابراین بسیاری از این مناسک و شعائر اساساً با یک دید روانشناسانه و جامعه شناسانه ساخته شدن. مسئله نماز جماعت درسته که در کنار اون خب بحث‌های خبری مطرح هست، اینکه پیامی رو به مؤمنان ابلاغ کنن، اینکه دستورات رو به اونها یاد بدن، اما آن سر و شکلی که سبب ایجاد نماز جماعت یا اینها میشه در روحیه افراد هم تاثیرگذاره. همین دلیلی که شما در جایی که نظام یا ساختار خاصی رو میخواید ایجاد بکنید به مناسک و شعائر خیلی پرداخته میشه. شما این رو هم در ارتش دارید، رژه های مختلف، لباس های متحد و شکل، سرود هایی که خوانده میشه، همین ها جذابیت داره. حالا ممکنه شخص نظامی نباشه ولی با دیدن اون صحنه ها لذت میبره.
وقتی جمعی یک حرکتی رو هماهنگ انجام میده سبب خوشحالی اونها خواهد شد. بنابراین اینها نیازهایی هستند که به انسان در واقع به نیازهای انسان پاسخ میدن، میل شناختی، میل نمایشی و میل مادی. تمام مناسک و شعائر رو تقریبا میتوان ذیل این سه مؤلفه دستبندی کرد و در هر دینی بسته به موضوعهای مختلف وجود داره. وقتی برگردیم به سراغ آنچه که انسانشناسان از میراث انسانهای بدوی و اولیه برای ما به جا گذاشتن، نشان میده که انسان اولیه نسبت به طبیعت شناخت نداشت، علت و معلولی پدیده ها رو درک نمی کرد، به خصوص پدیده هایی که از دسترسش دور بودن یا دارای قدرت خاصی بودن. به عنوان مثال انسان وقتی چوب رو بر روی آب می دید که حرکت می کنه، در روی یک نیروی خاص می دید که باعث میشه روی آب بمونه و به زیر آب فرو نره. این نیروها که در اشیا یا حیوانات و یا حتی برخی انسانها وجود داشت به عنوان مانا نامگذاری شد، یعنی یک نیروی جادویی و تأثیرگذار بر پیرامون که در اشیا وجود داره. یعنی اگر به یک انسان اولیه بگویید تفاوت بین خرس با یک سگ چیست، میگوید مانای خرس قوی تر است، نیروی خرس قوی تر است. به همین دلیل انسان‌های اولیه همیشه سعی می‌کردند نیای خودشون رو، جد خودشون رو به یک حیوان برسانند که به اون میگن توتم، و توتم پرستی از همین جاست. البته به گیاهان هم می‌رساندند، اما غالبا نسبت به حیوانات یا برخی از گیاهان صادق بود، هرچند در مورد اشیا خیلی کم به کار می‌رفت. یعنی جد اعلای ما این حیوان است و شما می‌بینید بسیاری از قبایل عرب که تا حدود زیادی از اون تمدن‌ها دور بودن، نه اینکه بی تمدن بودن، اما از تمدن خاص دور بودن، نام قبایلشون نشان دهنده توتم پرستی است یا ارج نهادن به حیوانات، مثل بنی ثعلبه به معنای روباه یا بنی کلب به معنای نیا یا فرزندان سگ. به این ترتیب شما می‌بینید که نام‌های حیوانات همگاهی بر روی انسان‌ها نهاده می‌شد. قبایل مختلف یا قدرت خیلی از انسان‌ها به حیوانات وصل می‌شد، اینکه فلانی زور شیر داره یا قدرت خرس داره، و بسیاری از کشورها اساساً نماد حیوانات رو گرفتن. اینکه شما در پرچم ایران می‌بینید شیر وجود داره یا خرس رو نماد روسیه گذشته می‌دانن یا عقاب در بسیاری از نقش های ایالات متحده وجود داره، برگرفته از همین هاست، یا مثلا کانگورو به عنوان نماد استرالیا به عنوان حیوانات بومی اونجا. به هر حال همه اینها تاثیرگذارن و نشان دهنده سرایت نوعی اندیشه های بدوی ابتدایی در میان انسان های تکامل یافته، انسان های امروزی و مدرن. از قبل این ماناها که در طبیعت وجود داره و انسان خودش رو در تسخیر همه اون ناتوان میبینه، هرچند من عرض خواهم کرد گاهی انسان در به دست آوردن مانا سعی میکرد حیواناتی رو بکشه یا انسانهایی رو بکشه و بخوره، اما نسبت به بقیه طبیعت این قدرت رو نداشت. انسان نمیتوانست طوفان رو تسخیر بکنه، نمیتوانست نسبت به زلزله دست بالاتری داشته باشه. بنابراین شروع می کرد به قربانی کردن، یعنی هدیه دادن به خدایی که موکل یا دستندر کار آن طوفان. من عرض کردم وقتی ما در برابر یک پدیده ضعیف هستیم، نمی توانیم هماورد او باشیم، ناچار باید از در تضرع و زاری بیرون بیایم، دعا بکنیم، نیایش بکنیم، بهترین چیزهای خودمون رو تقدیم کنیم. گویی یک راهزنی ایستاده و میگه بهترین مالت رو به من بده تا من دست از سر تو بردارم. و انسان نسبت به طبیعت اینگونه فکر میکرد. به همین دلیل است که شما خدایان مختلفی دارید، خدای جنگ دارید، خدای باران دارید، خدای دریاها دارید، خدای طوفان دارید، و اینها هر کدام رب و نوعهایی بودند که در آن زمان وجود داشتند و اقوام هم سعی میکردن برای اونها یه بتی، یک نمادی، یک آیینی رو درست.
در ایران باستان، یعنی در میان آریایی ها، برای خدایان نیکی نذورات داده می شود، قربانی داده می شود، ولی در میان برخی دیگر از اقوام و ادیان دیگر و انسانهای اولیه برای خدایان شرور هم قربانی داده می شود، نذورات داده می شود. انسانی که می توانست برخی جنبه های طبیعت یا اشیا رو تسخیر بکنه، سعی میکرد از اونها استفاده ببره برای اینکه مانای اونها رو به خودش منتقل بکنه. خب حیواناتی بودن دارای ویژگی هایی هستن، مثلا نزد اسکیموها سگ ها دارای ارزشن، به کار اونها میان، اینا خلاف حیوانات دیگر. اونها با سگ ها به نوعی شکار میکنن، به این طرف و آن طرف میرن، و بنابراین سگ ها برای اونها بسیار محترم هستن، حتی مثل عضوی از خانواده. کشتن اونها حرامه. نزد اقوام دیگری حیوانات دیگری اینگونه. نزد ایرانیان گاو دارای یک وجاهت بود، سگ دارای یک وجاهت بود. ما مراسم های مختلفی داریم در مورد سگ دید، که جنازه رو جلوی سگ قرار میدادن تا او با دیدن آن جنازه به نوعی او رو از اجنه گناهان و خیلی امور دیگر محفوظ بکنه. وقتی ما به مفهومی مثل کانیبالیسم میرسیم، یعنی آدمخواری، که یک پدیده است میان انسانهای اولیه رایج بوده، ریشه آن برمیگرده به همین مسئله که انسان بیاندیشید برخی از موجودات که در قالب انسانی هستند دارای یک مانای خاصی هستند. مثلا شکارچی که خیلی خوب شکار میکرد، وقتی مردم به شکار میرفتن در اون دوران اولیه میدیدن همه دست خالی برمیگردن، ولی یکی از اینها همیشه با دست پر میاد. احساس میکردن در او یک مانایی وجود داره، یک قدرتی وجود داره که اگر من از او بهره‌ای ببرم، اون مانا یا اون توانایی یا اون لیاقت به من منتقل میشه. بنابراین پس از مرگ او سعی میکردن اجزای بدن او رو بخورن یا خون او رو بمکن، و اینها بسیار وجود داره. اگر پادشاهی میمرد یا رئیس قبیله میمرد هم به همین نحو، چون او هم دارای برجستگی های خاصی بود که افراد سعی میکردن از او بهره برداری بکنن. برای خدایان هم قربانی های انجام میشد که بخششون انسانی بودن. اسرا یا گروه های مختلف انسانی تقدیم خدایان میشد. زمانی که اسپانیایی ها وارد در واقع آمریکای لاتین شدن در میان مکزیک، خب با اینکاها و آستکها و قبایل مختلفی روبرو شدن. در میان آستکها یکی از اون امپراتوران و پادشاهان به نوعی، یعنی مونتزوما، نزدیک به 20,000 نفر رو سالانه در برابرش قربانی میکرد، تقدیم کنن به خدای خورشید و خدایان دیگری که اونها داشتن، مثل نوهاچ به عنوان خدای باران، ویت به عنوان خدای جنگ، و اینها مردم رو قربانی میکردن. گهگاهی هم فیلم هایی هم ساخته شد که شما نمونه های اون رو میتوانید ببینید. فیلم اپوکالیپتو که آقای مل گیبسون ساخت در همین راستا بود، نگاهی به اون اقوامی که برای قربانی کردن در پای اون خدا به شکار انسان میپرداخت که او رو بیاوریم در پای خدا قربانی بکنه که خداوند از ما راضی باشه. حالا هر خداییست، خدای باران، خدای جنگ، بنا به مناسبت های مختلف. بسیاری از این افراد سعی می‌کردند برای اینکه تقربی هم به خدا بجویند، قطعاتی از بدن آن قربانی رو هم میل بکنن. حالا قلب او مثلا به پادشاه می‌رسید، بخشی از بدن او با توجه به اهمیتش به افراد زیردست می‌رسید، و اونها احساس می‌کردند با خوردن این اجزاء بدن، خون که به مثابه قدرت و جان بود، میتونن از اون جان بهره برداری بکنن و با خدا هم سفره بشن. این هم سفرگی با خدا که حالا شما میبینید در مورد مسئله شهید در اسلام مطرح شده که شما نیندیشید که اینها مردن، بلکه در کنار خدای خود روزی میخورن، برگرفته از همین اندیشه هاست که ما قربانی که تقدیم خدا میکنیم در کنارش هم از این قربانی استفاده میکنیم و به نوعی هم سفره خدا میشن. این اندیشه اهمیت داره به این دلیل که شما وقتی به مسیحیت نگاه بکنید،
دقیقا میبینید که عشای ربانی در مسیحیت نمادی است از خون و گوشت عیسی، یعنی عیسایی که قربانی شد برای خدا، برای اینکه مؤمنان بتوانند از اون گناه اصلی یا گناه اولیه رهایی پیدا بکنند. و بعد ما در عشای ربانی شراب می نوشیم به مثابه خون عیسی و نانی میل می کنیم به مثابه گوشت او. و این کاملا برگرفته از اون ادیان اولیه، نگاه به انسان خاری و پدیده هایی است که در ماناها یا جانها وجود داره. بنابراین کانیبالیسمی که ما در میان اقوام اولیه میبینیم، نمونه های اون رو شما در مسیحیت میتوانید ملاحظه کنید. دیگر مسئله این است که بسیاری از افراد سعی میکردن برای اینکه حداقل، یعنی کمی به دوران تکامل قدم برمیدارن، حفظ جان انسان ها از حیوانات استفاده بود. یعنی شما در میان آستک ها و مایه ها میبینید دختران و پسرانی رو که آماده میکردن برای سال بعد به قید قرعه، که غالبا هم از زیباترین دختران و پسران بود، به اونها خدمات میدادن که سال بعد در فلان موسم فلان روز ما این شخص، حالا دختر یا پسر، رو برای خدا قربانی بکنیم. و جالب این هست که بسیاری از پدران و مادران دوست داشتن که فرزند اونها انتخاب بشه برای قربانی شدن. یعنی اونها دوست داشتن فرزند اونها تقدیم به خدا بشه و این رو نشانه خلوص می دانستن. شما همین تعبیر رو در مورد مسئله ابراهیم می بینید که با دیدن خواب یا هر چیز دیگری، بدون اینکه ذره‌ای بیاندیشه، پسر خودش اسحاق یا بنابر نقل برخی از ناقلین اسلامی اسماعیل رو به محل ذبح ببره، که خب حالا اون داستانهای دیگرش پیش آمد که همین عید قربان مسلمانان از دل اون. یعنی انسان کشی پدیده ای نبوده که فقط در میان اقوام اولیه وجود داره، بلکه شما نشانه های اون رو میبینید. اما هر چقدر که انسان به دوران شهرنشینی به دنبال این هست که مفری از اون آداب و سننها پیدا کنه، جایگزینی پیدا میکنه برای اینکه مانع از این بشه که دیگه خب انسانها رو بکشن، فرزندان رو بکشن. برای همین به جای اون حیوانات رو برگزیدن، که این در داستانهای اسلامی هم وجود داره، زمانی که الله یا خدای مسلمانان، که البته از یهودیت هم آمده هرچند نامهای این خدایان متفاوته، تقاضای قربانی از دو پسر آدم میکنه، یعنی هابیل و قابیل، یکی که دام داره خب از احشام خودش قربانی میکنه و کسی هم که کشاورزه، یعنی قابیل، از محصول کشاورزی خودش قربانی تقدیم میکنه. و این خداست که آن قربانی هابیل رو میپذیره، مال قابیل رو نمیپذیره، و بعد هم اون دو برادر نزاعی بینشون رخ میده و داستانی که میدونه. بنابراین این که ما دسترنج خودمون رو یا در آن حوزه‌ای که کار میکنیم، کسب و تجارتی داریم، بتوانیم برای خدای خودمون نذر و نیاز و قربانی بکنیم، آرام آرام تکامل پیدا کرد، که در قالب صدقات شما مثلا اینها رو میبینید، در قالب نذورات میبینید، در قالب فطریه ها اینها رو میبینید که در جهان اسلام وجود داره. در درون اندیشه های آریایی هم یک چنین مسئله‌ای وجود داشت، هرچند در وداها شما قربانیان انسانی میبینید، هرچند خیلی کم، اما آرام آرام به سراغ قربانی کردن حیوانات رفتن. مثلا شما مراسمی مثل آشوامدا کشتن اسب ها بود، یعنی گاهی اقوام سعی میکردن بهترین نوع حیوان یا آن چیزی رو که دارن تقدیم خدا بکنن، نه بدترین اون رو، که شما همین رو هم در خطبه 53 نهج البلاغه میبینید، جایی که علی ابن ابی طالب وقتی شرایط قربانی رو داره اعلام میکنه، اشاره میکنه که این قربانی باید چشماش خوب باشه، گوشش خوب باشه، و به نوعی به شکل سالم تقدیم الله بشه. همین نوع نگاه رو شما در میان دیگر ادیان، در هندوستان، میان مهرپرستان میبینید، کسانی که حیوانات و گروه های مختلفی رو قربانی میکنن تا خدا از اونها راضی باشه. اما ماحصل همه اینها این است که انسان در برابر پدیده های طبیعی که ناتوانه به دنبال یک راه چاره می کرد. حتی در مورد بیماری ها
گاهی انسان سعی میکنه با دعا اون رو رفع کنه. در قرآن سوره فلق و ناس وجود داره. برخی از تاریخ نگاران قرآن معتقدند که اینها بنابر همون روایتی که اصحاب پیامبر اسلام گذاشتن و آوردن، کسانی که صاحبان مصحف بودن، قرآن‌های مختلف داشتن، مثل ابی بن کعب، عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری و خیلی های دیگه. بخشی از اونا معتقدن که این دو سوره فلق و ناس جزء قرآن نیست، دعای چشم زخمه که الله به رسول الله یاد داده بود و ایشان میخوان برای اینکه مورد چشم زخم دیگران قرار نگیره و بعد وارد قرآن شد و ما امروز اون رو به عنوان سوره های از قرآن میخونیم، در حالی که اصلش بحث چشم زخم. وقتی در قرآن اشاره میکنه به تو پناه میبرم از شر وسواس خناس و انواع و اقسام اینها، نشان دهنده این است که پیامبر اسلام هم همانند اون انسانهای اولیه باور داشته به اینکه چشمان انسانها میتونه تغییر و تحولی ایجاد بکنه در سرنوشت دیگران. حتی امروز هم این داستان خیلی وجود داره. شما هم دیدید بسیار از این کشورهای اسلامی یا غربی برخی از این نمادهای رنگارنگی درست میکنن که اونها رو آویزان میکنن یا دعاهایی رو به گردن کودکان یا تلسم هایی رو، انواع و اقسام این مسائل رو شما میتونید در فرهنگ های مختلف ببینید. این ناشی از این است که ما بتوانیم خودمون رو حفظ بکنیم از بلایا، از بیماری ها، چون در گذشته بیماری رو حالا به نوعی بسته به شدت و ضعفش ناشی از دخل و تصرف اجنه یا موجوداتی میدانستن که پیرامون انسان ها زندگی میکنن. در نتیجه نیاز هست که ما برای اینکه اون موجودات رو از خودمون برانیم به درگاه یک موجود متعالی یا دعا بکنیم یا نذر و نیازی بکنیم یا قربانی بدیم. امروز هم شما میبینید مرسوم هست وقتی کسی خانه‌ای میخره، اتومبیلی میخره، صاحب کسب و کاری میشه، یک قربانی میده، حالا از گوسفند گرفته، از خروس گرفته، از مرغ گرفته، هر چی که به عنوان طعام در واقع استفاده میشه قربانی میکنه و اینها رو تقدیم به مردم. مسئله اهمیت قربانی در آنجا بوده که با آیین‌های مختلف آمیخته میشه. یعنی گاهی از تلفیق بحث قربانی در یک مراسم بالاتر رخ میده، چیزی که شما الان در موسم حج میبینید، جایی که برای خدا یک سری نمایش‌های انجام میشه، سعی صفا و مروه انجام میشه، طواف خانه خدا انجام میشه، بحث‌های مختلف رخ میده، یک روز در این صحرا باشیم، یک روز در عرفات باشیم، یک روز در منا باشیم، اما با اقسام این دعاها با اون مراسم خاص و در کنارش قربانی که اینا همه تداخل پیدا کردن با هم و تبدیل شدن به یک کلیتی به نام حج. در میان سرخپوستان هم همین داستان بوده. یعنی شما میبینید برخی گیاهان نزد سرخپوستان اهمیت داشتن، حالا به دلیل اینکه قوت غالب اونها بودن، با اونها زندگی میکردن، مثل ذرت، مثل لوبیا، مثل کدو، که سرخپوستان این سه گیاه رو خواهران مقدس میدونستن چون محیط پیرامونشون با اونها بود. زمان برداشت محصول سعی میکردن با یک آداب و رسوم خاص، موسیقی خاص در اونجا بنشینن و به نوعی اون رو جشن بگیرن و خب این جشن ها با نوع مختلفی وجود داشت. مثالی اساسی این است که بعد از این مراسم و این مناسک کسانی آمدند و برای این نوع انجام مناسک دلیل تراشی کردند، سعی کردند اون رو منطقی نشان بدن، یعنی بگوین اگر ما امروز این کارها رو انجام میدیم دلیلش این منطق هاست، در حالی که اون بستر اولیه یک چنین مناسکی اصلا اینها نیستن. من عرض کردم مسئله قربانی ناشی از ترس انسان از طبیعت بوده و برای این ترس فرزند خودش رو هم قربانی میکرد، برای ترس از پادشاه بوده، حاضر بوده فرزند خودش رو قربانی کنه، برای ترس از اجرام سماوی بوده، مثل ماه، مثل خورشید، آستکا و اینکاها خود و فرزندان خورشید میدونستن،
و اگر شما نگاه بکنید به اون معابدشون، پله هایی هست که کاملا بر روی هم سواره و بالا میره، یعنی میخواد نزدیک بشه به خدا. و شما این رو هم در میان مصریان میبینید و قربانی رو به اون بالای سنگ میبردن تا بتونن از اونجا در واقع این هدیه یا این قربانی رو تقدیم خدا بکنن. و سپس به بیماری ها و مسائلی از این دست میرسه. خب اگر ما بخوایم امروزه ریشه های این رو به این سادگی به مردم توضیح بدیم، میزان خرافی بودنش کاملا مشخصه. پاسخی برای این نداریم که چرا باید این کار رو بکنیم. بنابراین حالا به سراغ دلایل میرویم که بله، کار قربانی کردن برای این است که به مسکین ها، به فقرا، به دیگران گوشت بخورانیم. خب چرا این کار باید روزی یک بار، در واقع سالی یک بار انجام بشه؟ طعام دادن به فقرا و مساکین نیاز به اندیشه دینی نداره. بسیاری از انسان‌های اولی هم همین گونه زندگی می‌کردند. به همسایه خود که چیزی نداشت می‌دادند. به فرزندان خودشون که چیزی نداشتن خوراک می‌دادند. این قربانیان مختص خدایان بود. اما امروزه برای اینکه کمی وجاهت پیدا کنند، سعی می‌کنند بگویند بله، در کنار اینکه این قربانیان مختص خدا هستند، برای فقرا هم جنبه اوغلایی اطعام‌دهی رو به عهده داره، در حالی که این گونه نیست. و مشکل جایی است که امروزه شما میبینید حیواناتی رو در ملأ عام در کنار فرزندان، زنان، کودکان میکشند، حیوان در حال جان دادن، آن هم با اون سبک خشن، و کودکان هم مشغول تماشا هستند. اینکه انسان گوشت میخوره، بله انسان گوشت میخوره، اما خشونت رو به عرصه خانه آوردن، به محله و کوچه بردن، امری نیست که با روان جامعه بتونه تطبیق بکنه، با روانشناسی کودکان بتونه مطابقت داشته باشه. اینکه اون صحنه دلخراش رو یک عده‌ای ببینن، نگاه بکنن و بعد سعی بکنن این رو جشن بگیرن. اینها آیین‌ها و مناسک بدوی و بدوی اولیه‌ای بودن که انسان‌هایی که هنوز نمی‌توانستن در برابر رفتار خودشون جنبه های اوغلایی رو برجسته کنن جاری. اگر به ریشه عید قربان در اسلام نگاه بکنید، حاصل جهل پدری است به نام ابراهیم که با دیدن خواب تصمیم میگیره فرزند خود رو قربانی بکنه. یعنی تسلیم بودن انسان در برابر یک خدا یا یک موجودی که به او نهیب میزنه که بلند شو و به خاطر مجد و عظمت من فرزند عزیزت رو قربانی بکن. او هم حاضره که چنین کاری رو بکنه. افسانه های مختلف به نوعی سعی میکنن اون رو با اون جوامع سازگار بکنن. بنابراین دیگه کشتن فرزندان موضوعیتش رو از دست میده، چون خداوند قوچی، گوسفندی، چیزی رو میفرسته که تو به جای فرزندت که میخوای برای من قربانی بکنی، قوچ رو قربانی کن. اما فلسفهش یکیه و آن کشتن یک انسان یا یک موجود برای خداست، نه برای اطعام‌دهی به دیگران. این دلیل جعلی است که بعداً ساخته شد. حتی بسیاری از آیین‌ها و مناسک مانع هستند از اینکه شما بخوای قربانی رو تقدیم کنید به مردان که میل کنند. هرچند در برخی از آیین‌ها وجود داره که من عرض کردم به خاطر دریافت اون ماناست که در این حیوانات و موجودات وجود داره و انسان‌ها فکر می‌کنن که با خوردن اون به نوعی همسفره خدا می‌شوند، با او شریک میشوند در این اطعام و از اون مانا هم بهره مند میشوند. حالا برگردید به همان اسلام. اونچه که به عنوان دیه یک مرد مسلمان در نظر گرفته شد، یعنی یک صد شتر، حاصل همین انسان کشی برای خداست. یعنی جایی که عبدالمطلب جد پیامبر اسلام نذری میکنه نزد خدای خودش بت هبل و دیگر بتان که اگر من صاحب 10 پسر شدم، یکی از اونها رو به قید قرعه انتخاب میکنم و برای خدای خودم قربانی میکنم. و از قضا صاحب 10 پسر میشه. در خواب میبینه که خدا از او میخواد نذر تو به جا بیار، ادا کن. و او میان فرزندان خودش قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله میفته، یعنی پدر پیامبر اسلام و فرزند کوچک عبدالمطلب. او تصمیم میگیره فرزند خودش رو قربانی بکنه.
بزرگان قریش به او پیشنهاد میکنن که چون این کاری میتونه خطرناک باشه، چون تبدیل به سنت میشه، تبدیل به رسم میشه، و از فردا گروه های دیگر هم سعی میکنن فرزندان خودشون رو قربانی بکنن. برای که چاره‌ای پیدا کنیم به نزد یک کاهنه‌ای بریم و او بتونه به ما راهنمایی بکنه تا شاید گشایشی حاصل بشه. با راهنمایی اونها به نزد کاهنه‌ای میرن و او اشاره میکنه که فدیه یعنی جزا، دیه، برای یک مرد چند تاست در اون سنت شما؟ گفتن 10 شتر. خب بسیار عالی، شما 10 شتر رو یک طرف قرار بدید، عبدالله رو در یک طرف دیگر و قرعه بزنید. اگر قرعه به نام عبدالله افتاد که باید قربانی بشه، 10 شتر اضافه بکنید به اون 10 شتر و دوباره قرعه بکشید. این کار رو انجام بدید تا اندازه‌ای که قرعه به نام شتران بیفته. و اونها انجام دادن تا اینکه این کار تکرار شد و رسید به 100 شتر و قرعه به نام اون 100 شتر افتاد که به عنوان فدیه عبدالله در نظر گرفت. و امروزه دیه یک مرد مسلمان 100 شتره. ما کسی نمیدونه چرا 90 شتر نیست، چرا 110 شتر نیست، چرا اصلا شتر؟ مسئله برمیگرده به اون سنت های اولیه، جایی که هیچ دلیلی وجود نداره. حداقل این سنت حکمی که متاسفانه در قوانین جزایی ما هم آمده مورد نظر قرار بگیره، خواهیم دید چه اندازه کودکان است و ناشی از قربانی کردن یک پسر برای خدای پدر هست. پدری که تصمیم گرفته اگر صاحب 10 فرزند میشه یکی از اونها رو قربانی. نه همین سادگی شما میبینید تبدیل شده به یک حکم جزایی. در امروزه اگر کسی شخصی رو میکشه باید 100 شتر به عنوان دیه پرداخت. شاید اگر این سنت در میان ایرانیان بود جور دیگری میشد، اگر در میان یهودیان بود جور دیگری میشد. فلسفه این حکم در همین داستان. حالا ادهی میگن در پیرامونش فلسفه بافی می به این دلیل 100 شتر است، به آن دلیل شتر انتخاب شده، به آن دلیل دیه مرد اینجوری است. ریشه بسیاری از احکام به ما نشون میده که نه خیر، اینا بسیار ساده تر از اون چیزی هستن که ما فکر میکنیم. همین دلیل است که ما نیازمند بازشناسی باورهامون هستیم که بتونیم خودمون رو رها بکنیم از این وضعیتی که با اون گرفتاریم. شما امروزه چند اندازه ثروت مردم برای حج از کشور خارج میشه؟ عربستان سعودی پذیرای میلیون ها حاجی است، یا در ایام حج تمتع یا در ایام حج عمره. یک خانه چهارگوشی ساخته شده که حالا ما در آینده نگاهی خواهیم داشت به این خانه و مسائل پیرامون اون، یعنی کعبه. حاجیان زیادی بنابر اون اعتقادات دینی با فراهم کردن پول و البته داستان سازی ها که اگر شما به حج بروید تمام گناهان شما بخشیده می شود و اینها، که این در مورد قربانی هم وجود داره. شما کتاب علل و شرایع شیخ صدوق که سعی میکنه علت نگاری بکنه، یعنی منطقی نشان بده این احکام رو، نگاه بکنید در جلد دوم، در جایی که در باب حج و قربانی داره سخن میگه، میگه با ریختن اولین خون قربانی گناهان انسان میریزه، پاک میشه. خب یک انسان مؤمن باور میکنه. یکی پیرامون فضائل حج کتاب ها نوشته میشه که شما جمع بشید، بگردید، قربانی بکنید، سنگ بزنید، رمی جمره بکنید که نماد شیطان آنجاست، شما سنگ بزنید به او. چرا؟ چون روزی که ابراهیم داشت این خانه رو بالا می برد شیطان آمد و خواست اخلال بکنه و ابراهیم به او سنگ زد و او رفت. و ما هم سنگ بزنیم که شیطان مزاحم ما نشه.
این رفتارها چه پایه‌ای از عقلانیت در اوست. شما بودجه خودتون رو صرف این میکنید که با شرکت‌های هواپیمایی بلند بشید. حالا در گذشته که داستان خیلی بغرنجتر بود، یک انسانی از خراسان و سیستان سالها خانه خودش رو رها میکرد، ماها از بیابانها میگذشت که برسه به حج. چه بسیار حاجیانی که فوت کردن مردن برای اینکه این رو تکلیف میدانستن که اگر انسانی مستطیع هست، یعنی استطاعت مالی داره، باید حتما یک بار حج رو به جا بیاره. ولی اگر مستطیع هستی، پدرت هم حج به جا نیاورد، تو از طرفش نائب و زیاره باش. مادرت هم هست، تو هم از طرفش نائب و زیاره. ثروت رو بگیرید ببرید به کشور عربستان سعودی، در آنجا هزینه بکنید. و از قبل همین حج هست که شما میبینید عربستان آباد شده. بعدها که نفت پیدا شد و گاز، بله خب وضعیت اونها بهتر شد، اما هنوز جهل وجود داره. قانون جهل رو شما میتونید در این مراسم ببینید. وقتی زمینه های فکری بر این است که یک خانه چهارگوشی رو بپرستیم، دورش بگردیم، یک سنگ سیاهی مثل حجرالاسود که من بعدا عرض خواهم کرد اساس و پایش چیست، ببوسیم، با خداوند در سرزمین وحی صحبت بکنیم، از این سر منا برویم به آن سر مروه، از صفا و مروه بدویم چون هاجر چنین میدوید برای پیدا کردن آب، از یک آبی که دارای ناخالصی بسیار خطرناکی است به نام زمزم برای شفای بیماری استفاده بکنیم. همین ها در درون کتاب های دینی برای ما تئوریزه شدن. آبی که آلودگی های بسیار زیادی رو داره، اما چون مقدسه ما اون رو میخوریم، به عنوان سوغات هم میاریم و تقدیم کودکان و دیگران هم میکنیم. در آینده خواهم خواند از کتاب اخبار مکی ابوالولید ازرقی که داستان این کندن چاه آب زمزم و بعدها در زمان خلفای عباسی چاهای دیگر و بعد ممنوع کردن چاهای دیگر چون زمزم مقدسه چه داستانهایی داشت. اندیشه هایی که انسان های اولیه بنابر آن خوی وحشیگری خودشون داشتن که انسانی رو بکشیم، از خون او، از اعضا و جواره او استفاده بکنیم، در برابر طبیعت فرزندمون رو قربانی بکنیم که خدای آسمان ها به ما رحم کنه، دخترم رو بکشم، پسرم رو بکشم، که من عرض کردم آستک ها، اینکاها در پرو، در مکزیک، در هندوستان، در جاهای دیگه. هرچه به عقبتر بروید میزان عظیمی از این مناسک وحشت رو بتونید ببینید. پسری دختری رو قربانی میکنن، اگر اسرا رو داشتن با حجم بالا قربانی میکنن که خدای جنگ راضی باشه. وقتی به قبیله حمله میکنیم، افراد مختلف رو میگیریم، خدای جنگ باید راضی باشه. بنابراین اوست که به ما کمک کرده و ما هم برای او قربانی میکنیم. عده‌ای از اسرایی که پیرن، توانایی ندارن به ما خدمت کنن رو میکشیم، دختران و پسران جوان رو به خدمت در میاریم. همین بعدن در درون اسلام تبدیل میشه به غنایم جنگی، حمله به یک سرزمین و بهره بردن از زنان و کودکان و جوانان مردم به عنوان بردگان و کنیزان. به جای قربانی کردن از اونها استفاده میکنیم. از قبل همین جهل ماست که شما ببینید در کشور عراق چه گنبد و بارگاه‌هایی ساخته شده. وقتی باب جهل باز میشه، وقتی تفکر و تعقل از انسان سلب میشه، خب یک نفر که دارای یک فرقه است، یک گروهی است، او هم معبدی برای خودش درست میکنه. اگر مکه نتوانستیم درست کنیم، اگر در درون مکه کعبه نتوانستیم بسازیم، در کربلا میسازیم، در نجف میسازیم، یا در مشهد خودمان از یک شخصی وابسته به یک خانواده‌ای
سعی میکنیم دکان و تشکیلات بسازیم، تبدیل میشه به آستان قدس رضوی، مردم ساده لوحی که نزورات خودشون رو تقدیم میکنن، طلا و جواهر خودشون رو میدن، زمین خودشون رو وقف میکنن تا متولی اونجا بتونه از اون بهره برداری بکنه، که اربابان دیانت هم. همان صاحبان فرق هم. دیدن یک دکانی در مکه هست، یک دکانی در مدینه هست، گفتن خب ما هم بیاییم و از جهل استفاده بکنیم، یک دکانی هم ما بسازیم. و بعد هم روایت ساختن، زیارت قبر حسین ابن علی برابر با 100 حج، زیارت قبر علی ابن ابی طالب در نجف برابر با 1000 حج، یعنی مقام اونها از خدا هم بالاتر بردن. همینطور علی ابن موسی در مشهد. آیا فکر کردیم واقعا اینکه انسان‌های امروز خودشون رو اربابان عقل میدانن، خرد میدانن و مدعی بهترین ها هستن، چگونه برای بیماری فرزندشون دخیل میبندن به فلان مقبره؟ من یک بار عرض کردم، خود علی ابن ابی طالب زمانی که ضربت خورد، اولا که زنده بود، خودش هم امام بود، حسن و حسین که امام بودن، عباس باب الحوائج هم که در کنار او بود، به سراغ یک پزشک رفتن، یکی از موالی، که بیاید و فرق مولا رو ببین. خب اگر این جناب میتوانست برای خودش کاری بکنه، خودش که زنده بود، پسرانش که در کنارش بودن، خب چرا نکردن که امت شیعه رو نجات بدن؟ حالا من ایرانی بعد از گذشت 1440 سال باید بروم به سراغ مشهد و جاهای دیگه که بتوانم فرزند خودم رو شفا بدم، نزوراتی به اونجا تقدیم کنم، کربلا در عراق رو آباد کنم، نجف در عراق رو آباد کنم، و بدبخت مردمی که پادشاهانشون هم همین کار رو میکردن. در دوران قاجار چقدر هزینه شد برای متلا کردن گنبدها و بارگاه‌هایی؟ امروز هم در رژیم جمهوری اسلامی چقدر گنبد و ذریح بیسازن برای ابوالفضل و حسین و دیگر، از پول ملت. مردمی که گور خوابن، قبر خوابن، اما حکومت سعی میکنه از این پولها برای آبادانی سرزمینهای دیگر استفاده کنه، و این جهل مناسک و شعائر دینی است که در ذهن ما نقش بست. در جلسه آینده و برنامه بعد به بحث دموکراسی خواهیم پرداخت. امیدواریم این مباحث بتونه به عزیزان کمک کنه. تا درود دیگر، بدرود.